سلام دوستای خوبم، خوش اومدید به کانال یوتیوب پری دیزاین. من پریچر هستم. سال نوتون مبارک. این ویدیو میشه گفت اولین ویدیو سال 1400 هستش که یه ویدیوی متفاوت و باحال داریم امروز. اونم اینه که میخوایم با همدیگه چند تا هکی که این روزا خیلی ترند شده توی تیک تاک، یوتیوب، اینستاگرام و به نظرم همه باید بدونن، مخصوصا خانوما، میخوایم با همدیگه ببینیم چجوریه و تستش کنیم. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. اگر تازه وارد این کانال شدید خیلی خوش اومدید و اگر هنوز کانال سابسکرایب نکردید حتما دکمه سابسکرایب رو پایین این ویدیو بزنید، زنگوله بغلش هم بزنید که هر موقع من ویدیو آپلود میکنم سریع مطلع بشین و جز اولین نفرهایی باشید که ویدیو رو تماشا میکنید. و لطفا ویدیو رو لایک کنید، با این کار خیلی به من انرژی میدید که بتونم کلی ویدیوهای باحال براتون درست کنم. خب بریم با هم دیگه شروع کنیم. خب بریم سراغ اولین هک. این یکی از اون هکایی که من واقعا خوشم اومد و خیلی به نظر باحاله. من قبلا فکر میکردم که فقط موهای بلند رو میشه چتری گذاشت، مثلا موهامونو بالا ببندیم دو مسبی بعد بیاریم جلو، ولی با موهای کوتاه هم میشه خیلی باحاله. این بالا قشنگ سریع بست و اوورد روی صورتش. خب ببینیم که رو موهای خب من چجوری میشه. به نظرم اینطوریه که بستگی به قد موهامون که چقدره باید موهامونو در واقع بالاتر ببندیم. یعنی اگه قد موهامون بلندتر باشه پایینتر باید ببندیم. ببخشید چون این موهاش کوتاه بود، خب بالا بس، ولی منم بالا ببندم میاد تو صورتم دیگه. حالا مثلا تستی، البته الان پایین موهای من خیلی بد شده، خیلی باید کوتاه کنم، ولی حالا شما فکر کنید که مثلا خوشگل و ایناست، اینو میتونیم یک کم باید ببرم پایین تر دیگه. حالا هر چقدر که بخواین چتریتون بلند باشه اینجوری، اینم اینجوری. حالا شما فکر کنید که موهای من یک دست و خوشگله، خیلی زیباست. حالا یه دونه از این تلای اینجوری میذاریم این بالا. برای چی اینجوری شد؟ نه واقعا جواب میده، ولی خب باید چیز باشه، موهام باید قدش یکسان باشه و پایین موهام الان خیلی بد شده، در نتیجه الان کلن کاریش نمیشه کرد، برای من خیلی جواب نده. بریم سراغ هک بعدی. خب میخواد چی کار کنه؟ واقعا چقدر این کار بعد راحت پول آدمو میزنن، گوشی، پول، هر چی باشه. میخواد بذاره توی کشش، ولی فکر خوبیه، واقعا هیچکی شک نمی کنه. قالب چقدر راحت. واقعا هم کسی شک نمی کنه، از اینکه داخل جیب بذاریم خب خیلی بهتره. خیلی باحاله به نظرم، انجامش بدیم. خب مثلا میشه یه گوشش رو سوراخ کرد، مثلا یکی از کوکاش هم میشه باز کرد. خب یه کوچولو بازش کردم، حیفه پول نازنین نیست، لولش کنم، میذاریم این تو. یعنی هیچکی شک نمی کنه، خدایی. و خیلی راحت موهامونو باهاش میبندیم، هیچکی هم شک نمی کنه. فکر کنم پول داغون شه. آره دیگه، کی با خودش فکر میکنه که داخل این کش زپرتی $100 پوله. خب با یه دونه از اینا نمیشه چون موهای من کوتاهه،
من نمیتونم این کار انجام، یعنی با دستم باید اینو بیارم بالا، باید این بالا ببندی. ولی خب خیلی ایده باحالیه. بعدم نشده مثل پیاز شدم. هر خودش مدلیه دیگه. موی کوتاه هم بهم خیلی میاد. نظرتون چیه؟ میاد به موی کوتاه؟ کوتاه کنم موامو یا نه؟ شما بگید. خب بریم سراغ هک بعد. خب میخواد موهاشو فر کنه دیگه. با مداد. فکر کنم خیلی زمان بر باشه. ولی خب میارزه، خیلی فرش خوشگل شد. خیلی تمیز فر کرد. واقعا کل موهاشو با هم مداد فر کرد. تست کنیم ببینیم واقعا اینقدر تمیز در میاد یا نه. یکم زمان بر هست ولی خب خیلی فر ریز و قشنگی میشه. ولی فکر کنم باید مقدار موها رو کم کم برداریم. بعد اینطوری قشنگ بپیچیم. نزدیک هم بیاریم. امیدوارم که فرشه دیگه، زایه نشم. سر مداد ببینید من خوب پیچیدم دیگه، خدایی. اینم قشنگ روش گرفتم. حالا باز کنیم ببینیم چقدر باحال، چقدر فرش گوگولی شد. خدایی خیلی خوشگل شده. ولی کل موها رو مثلا بخوای اینجوری فر کنی فکر کنم 4 ساعت زمان ببره. موهای فرم به من میاد. حالا یه سری اینجوری فر میکنم، مطمئنم خیلی باحال میشه. بریم سراغ هک بعدی. چقدر خوش رنگه، مثل رنگ فانتزی میمونه با سایه. واقعا فکر میکنم اینقدر خوب جواب بده. اصلا انگار رنگ فانتزی گذاشته رو موهاش. چی بشوری سری پاک میشه. اینو من خیلی دیده بودم ولی هیچ وقت امتحانش نکردم، چون نمیدونم، فکر میکردم که واقعا این کار جواب نمیده. ولی حالا با همدیگه تست کنیم ببینیم واقعا میشه با سایه اگه بشه این کار رو کرد. خب خیلی راحته دیگه، هر وقت بخوایم بریم مهمونی چیزی میتونیم این کار رو انجام بدیم، بعدش هم بریم همون میشیریم و راحت تموم میشه میره. من از این سایه های تکی خیلی ندارم. اینطوریه، خیلی خوش رنگ بنفشه. حالا روی قسمت از موهام که روشن‌تره، البته روی موی تیره جواب نمیده دیگه، خب اونقدر خودشو نشون نمیده. شاید هم نشون بده، باید حتما امتحانش کنی. حالا من بیام روی مثلا این تارمو. چی میگه اینا؟ اینا انقدر فر شده که چی شد الان؟ هیچ تغییری نکرد. سایش بکنم، سایه بدیه. واقعا خالی میبندن اینا اینجوری با احساسات ما بازی میکنن. من باید این کار رو انجام بدم. خب اینم سایه نیکس. البته این دونه ای نیستش دیگه، نمیدونم، فکر نکنم بشه اینجوری. خب یه کاری میکنم، اینا که چون دونه ای نیست یه اصلا نمیتونم رو موهام بکشم، به خاطر همین انگشتمو میزنم به سایه قشنگ این رنگ سبزشه. و میکشم روی موها. اینم آبی. نه میشه یه حاله الان خوشگل میشه. ولی واقعا من دیده بودم که با روژ این کار انجام میدن. خب روژ خیلی راحت داره دیگه، روش میکشی. ولی با سایه هم میشه. بذاریم با روژ هم امتحان کنیم.
جالب میشه مخصوصا برای موهای بلند. روش خوشگلیه که مثلا با دستمال سر بخوای موهامونو ببندیم. ولی خب اگر میخواین یه گوجه خوشگل تمیز یاد بگیرید حتما ویدیوی خودم رو نگاه کنین، از همه بهتره. لینکشو این بالا میذارم، حتما ویدیوشو ببینید. مخصوصا برای موهای کوتاه خیلی روش جالبیه. خب بریم سراغ هک بعدی. این مدل مو هم خیلی باحال میشه. به همین سادگی میشه یه پاپیون خوشگل رو موها درست کرد. اینو هم میتونید موهاتون باز باشه برای یه قسمت از موهاتون انجام بدید، هم که موهاتون رو دومرسی کنید. البته اگه بخواید موهاتون دومرسی کنید بهتره که خب موهاتون بلند باشه. ولی حالا من انجام میدم ببینم که رو موهای من چجوری میشه. خب این دور آخر رو آخر بالا نمیارم، اینطوری تا نصفه، بعد بازش میکنم از وسط اینجوری و این ادامه موها رو میارم وسط این، یعنی در واقع وسطش رد میکنم، این پشت گیره میکنم. حالا موهای من چون کوتاه بود دیگه پاپیونش بهتر از این نشد، ولی خب هرچی موهاتون بلندتر باشه برای دومرسی خوشگل‌تره. من که موهام کوتاه‌تره میتونم یه قسمت از موهامو اینطوری کنم. ولی به نظرم خیلی خوشگل و بامزه میشه، مخصوصا برای تولد و مهمونی ها مدل موی عالیه. خب اینم از ویدیوی هک امروز، امیدوارم خوشتون اومده باشه. ولی هنوز کلی هک مو حتی هک لایف قرار داشته باشیم تو ویدیوهای آینده، پس فراموش نکنید که حتما کانال رو سابسکرایب کنید و لطفا این ویدیو رو لایک کنید که قراره کلی ویدیوهای باحال و هیجان انگیز داشته باشید. این هک ها رو حتما انجامش بدید و نظراتتون رو برام توی کامنت بنویسید. تا یه ویدیوی دیگه، خدافظ.